چنل های یوتیوبی دونه دونه دارن بسته میشن یوتیوب فارسی رسما داره به باد میره اون از چنل بچه های مینی چت بگی این ور از چنل حالا فرشاد فور لایف بگی از چنل رسول دیواکس بگی همشون دونه دونه دارن بسته میشن و واقعا رو به نابودی میرن حتی تصور این که بچه یوتیوب فارسی دیگه نتونن فعالیت بکنن واسه هم سخته امروز داخل این ویدیو قراره با همدیگه در مورد اینکه چرا چنلشون بسته شد و چنلشون کی برمیگرده با اطلاعات دقیقی که از خودشون گرفتیم باهاتون صحبت بکنم و بهتون بگم چه خبر شده چرا خودمون نیستیم چنلمون داره بسته میشه یا نه بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخواد این قضیه جنجالی رو ازش متوجه بشید و با خبر بشید چه اتفاقی افتاده تا آخرین ویدیو بدون هیچ معطلی همراه من بمونید یو وکس امیدوارم حال دلتون خوب باشه من محمد هم اینجا استدیو راب تایمه گنگ چطورید حالتون چطوره حالتون در چه وضع جدی حقیقتش چهار روزه که من نیستم چهار روزه که یوتیوبر ها نیستن چهار روزه که یک ماه یک هفته است که فرشاد فور رسول دیواکس هیچ کس نیست و تنها دلیلی که داره اینه که چنل ها دارن کپی رایت میکنن اختار میکنن سری ادسنس آشغالی که بعضی از شرکت های حالی که باشون قرارداد بستن اذیتشون کرده حالا دلیل من این نیست که چنل ام اختار خورده من چنل هم اوکی همه چی روال 20 20 و تنها مشکل این که من دارم و الان دارم اذیت میشم سرش اینه که متاسفانه وقت کافی سر... سر این ندارم که مثلا بخوام پروژه رو ببرم جلو و با ویدیو منتشر بکنم. ولی خب آخرین روزیه که من دیگه برمیگردم یوتیوب سفت و سخت میریم جلو یکی دو تا همکاری بم داریم که تا یه هفته های بعدی بهتون معرفی میکنم الان خ... نمیتونم بگم جلو جلو ویدیو ضبط شد کاورش واسهتون حالا میذارم و اینکه بچه اگه میخواد اخبار رفار سوندار همه رو با هم دیگه یه جا هواشی با هم دیگه دنبال بکنید چنل تلگراممون داخل دیسکریپشن کامنت میشه که میتونید بیاید ایزی دنبالش کنید بکس برمیگردیم میگه چرا آقا چنل فرشاد فول لایف چنل فرش و فولایی قبلا بالا چیز کردیم آه با هم دیگه بررسیش کردیم اما میرسیم امروز به دو تا سه تا چنل حالا پشمیزون اولیش رسول دیواکس چرا چنلش بسته شد اصلا همین فرشاد چرا حالا چنلش بسته شد یا این یارو مطمئنم خودتون خیلی میشناسید مهدی پس بود اگه اشتباه نکنم آره مهدی پس چرا چنلش بسته شد چنلی که صد هزار تا چی داشت 100 هزار تا دنبال کننده داشت و واقعا یه چیز پشمیزون بود چرا بسته شد و چنل رسول دیواکس از اون ور چنل یک دو تا بچه های رپی از این سم چنل یکی از کسایی که مینی چت میره و خیلی مطمئن مطمئن مطمئنم میشناسیدش اون چرا بسته شد یعنی داره بسته میشه بچه همش حالا بهتون میگم مو ببو. اول از همه شروع کنیم با چنل رسول دیوکس چند رسول دیوکس که بچه ها باید بدونید که سر چه چیزی بسته شد من را تو خودم جرت نمی کنم در مورد مدگل صحبت کنم متاسفانه مدگل و امثال مدگل دارن از دیکتاتوری که ما مردم اینجوری میگن میگن که نمیدونم جمهوری اسلامی دیکتاتوره و شما اونا دارن بر شما سلطنت میکنن و دارن دیکتاتور بازی در میارن یا دیکتاتور بازی در جمهوری اسلامی در میاره ولی یک لحظه اگه بخوایم به این فکر بکنیم که یک درصد ما داریم در مورد مدگل بد میگیم خب یک درصد داریم در مورد مدگل بد میگیم و چرت پرت میگیم اصلا این نمیدونم دو تا فوش بد بهش میدیم دو دقیقه برمیداره کل چنل رو ریپورت میزنه و میبنده دونه دونه نمیدونم بعد تو بعد این ویدیو چنل منم بسته بشه یعنی من مت... ببین یعنی نه فوشی بهش نه چیزی خب نمیدونم چه الان این بخواد ببند مثل رسول دی ولی کلی دارم میگم برای اینکه میاد دم از دیکتاتور بودن یه نظامی میزنه و خودش از همه دیکتاتورتره تو این موضوع واقعا تخمیه و... یعنی اینکه مثلا اول اصلا تو خودت بگی چیزو درست کن ببین اون دیکتاتور خودتو میتونه بکشی و واقعا به نظر من مسخره است یک یعنی مثل یک گروهی شده یک جامعه ای شده که خب میان میگن آره این دیکتاتوره ولی یه چیز علیهشون بگی چونشون میسوزه آتیش میگیره میمیرن کلا یعنی یه جوری به بدترین کارام دست میزنن خب یعنی در این حد بهتون خواستم بگم که مدگل و همسال مدگل و فمینیست و این داستانا چه آدمای هستن آره خلاص من بحثم سیاسی نکردمش فقط یه ذره پیچیدمش که بگم آره تو که داری میگی فلان دیکتاتور خودت که دیکتاتور کبوتری لاشی چه, کاری داری میکنی چرا چنل بدبخت تو زدی بستی داشت یوتیوب فضای یوتیوب مینه که کسی کسی رو نبنده کسی کسی رو اذیت نکنه نمیدونم محتوای عکس های نودتو نهید طرف پخش کنه که حالا یه جوری زد مثلا اومد دو تا فوش بهت داد اومد نمیدونم دو تا فوش و حالا بد و بیرا بهت گفت دلیل نمیشه که بخوای بیا چنلشو رو ببینی اینقدر سوزش داشته باشه این از مدگل که چنل رسول دیواک سر این که به مدگل فوش داد واقعا مدگل ها واقعا نمیدونم پوتی چجوری باش ویدیو میگیره واقعا آدم نجسیه این که اوکی اومدی مردای ایرانی توی کردیم ما یوتیوبرای فارسی چی نگفتیم خب خیلی یوتیوبرام غیرت نداشتن چیزی بگن من که به شخص خودم چی نگفتم گفتم بابا طرف خودش معلومه چی کار است ما چرا بخوایم بیایم بپریم بهش الان داستان بشه دوباره اینو گفتیم اوکی آقا به تو این کردی بیخیال به اینا تو این کردی بیخیال به قشر مرد به قشر پیرمرد به قشر پدرامون به قشر ما به همه تو این کردی اوکی بی ولی اینکه یه نفرم میاد خب واکنش نشون میده صدشون میذاره ویدیو میسازه خرابت میکنه حق داره میگه نمیدونم مدرک میاره میکوبدت میاد چنلشو میبندی در این شده دیگه آره خلاص دلیل این که چنل مدگل بسته شد بچا همین بود خب چنل مدگل که بسته نشد یعنی مدگل زد چنل طرفو بست همین بود که رسول لیواکس اومد حالا یه سری حرفا در مورد مدگل زد و مدگل برخورد بهش و اومد سه تا استراک پشت سر هم زد و چنل رسولو بس البته مدگل به اون فنای 12 13 11 10 سالش به اون واسه خلاصه که این شد داستان خواستم بهتون بگم و مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی چنل فرشاد فور لایف چرا بسته شد بچه چنل فرشاد فور لایف به خاطر این بسته شده که ظاهرا من خوشیم رو صحبت میکردم باش حرف میزدیم میگفت که به خاطر اینکه ادسنس داغون داشتن بسته شد یعنی ادسنسی داشتن که حالا کپی زیاد خوردن و شرکتی که باش قرارداد بسته بوده نتونسته بوده ساپورت کنه چنلشون بسته شده ولی گفتن که 10 درصد اعتمال داره چنلشون برگرده یعنی 90 درصد چنل بر نخواهد گشت مورد بعدی مهدی پست که خیلی ها تو نمالش میکردید اما مهدی پی که خیلی تو یوتیوب فارسی پی و اینجور چیزها رو جا, انداخت و تازم شده بود صد هزار تا و چندش برای همیشه بسته شد اینم که ادسنس آشخالش بود یعنی ادسنسی داشت که یه نفر بدون اجازه بود ادسنس اون کانالش فست شده بود و یه ویدیویی داده بود که قوانین یوتیوب رو نقض میکرد و سر همین رایت خورده بود حالا داده بودم بهش و سر همین قضیه چنل مهتی هم. پریده بود و واقعا من تاسف می خورم اینا رو میشم اینا رو میبینم اصلا عاجی. واقعا میگم چرا ویدیو بدم بیشتر بکس یوتیوب دارن چنلشون بسته میشه واقعا رعایت کنید اگه یوتیوبر هستید دقت کنید چیزای بد نسازید یوتیوب واقعا هوش مصنوعیش قوی شده و آدمای لاشی هم تو یوتیوب زیاد شدن گرفتید چی میگم مثلا من خودم ده بار پریدم به پوتک با اینکه مطمئنم پوتک ویدیوامو دیده اینگه ویدیو ساختم در مورد پوتک مثلا 10000 تا ویو خورد خب ده هزار تا ویو خورد مثلا تگش هم کرده مطمئنا دیده ولی چی نگفت گذشت ببین اینقدر بزرگ باشید اینقدر قوی باشید اگه ای که اگه یکم وقت بهتون بپره ویو بگیرید اهمیت ندید من واقعا دقیقا قبلا همین کارو میکردم به یوتیوب رو میپریدم سر ویو الان نه الان دیگه دارم کار خودم رو میکنم میرم جلو ولی اینم دارم بهتون میگم که لاشی بازی در بیارم و اس... بخوام استراک بزنم داستان نیست من چند روز پیش چنلی بود برداشت بود کاورامو همه رو گذاشته بود چند چهنل... چیزش روی چند اشاره کاورای منو گذاشته بود و من رفتم میتونستم برم تو بخش یوتیوب استراک رد بکنم به چندش آسیب بزنم ولی خیلی محترمانه البته هم دوزی محض بودا ولی رفتم توی کامنتش گفتم دادش برمیداری یا سراک بزنم طرفم برداشت حالا اون تام نری که بودا این ها اینجا فعلا بچه چنل های بیشتر بچه ها مخصوصا اون چنل یه دونه چنل هم هست بچه ها که چنل مینی اونم نمیدونم حالا پست آخرشون نگاه میکردم گفتن که هشدار اومده و درامزای ندارم و احتمال داره چنلشون یهو چی غیب شو بپره ولی امیدوارم که همچین اتفاقی واسه هیچ کس نایفته. ما واقعا داریم زحمت میکشیم هر 100 تا دونه ویوی که میگیریم 10 ساعت پشتش زحمته و واقعا اینو شاید قشر کمی بخوام درک کنم و دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو من بودید خواستم یه خبری اطلاع بهتون بدم و خودم هم سر اینکه نبودم و خواستم بهتون بگم چرا نبودم و ان چهارشنبه سارت قوی می‌زنیم یکی دو روزم مونده تمام شه بره پیکارش هر روز ویدیوی باحال و جنجالی داریم کلی حاشیه واسهتون آماده کردم که تو این پخش کنم و با هم دیگه لذت ببریم دمتون گرم که تا اینجا ویدیو بازم همراه من بودید خیلی دوستتون دارم عشق و محبتتون رو همیشه نشون دادید دو تا ویدیو این ته میاد میتونید برید ببینید و اینکه یه مدت که کم کار شدیم اگه زحمتی نیست برید ویدیوهای قبلی و ویدیوهای قبلی و ویو بزنید و ببینید تا چنلمون از دوره خارج نشه دوستتون دارم زیاد با امید دیده